بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين لا سيما على مولانا الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين سلام وصلوات نصارم كنام بروه ملكوتي سرور آزادگان و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یارانش تسلیت ارز می کنم فرارسیدن دهه آشورا ایام سوگواری و ازاداری شهدای گلگون کفن کربلا را آشورا مکتبی است درس آموز و سرشار از درسها و آموزه نجات بخش و بسان خانی است گسترده با انبوه از ماعده های آسمانی به گمان آنانی که بر سر این سفره مهمان شوند و طعم این مائده ها را بچشند و به درستی درس این مکتب را فرا بگیرند آیندار حضرت امام حسین شده با وجودشان با ستاب خلق حسینی خواهد شد یکی از درس های برجسته مکتب آشورا درس اصلاح و اصلاحگری است که در این باره خدمت شما عزیزان صحبت می حضرت امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سوی کربلا در وسیعت نامه اش فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اصلاحگری و اصلاحات فردی و اجتماعی به قدری اهمیت دارد که امام معصوم حاضر میشه به خاطر اصلاح جامعه اصلاح باورها و عقاید اصلاح رفتارها و عملکردها خونش بریزد و به شهادت برسد یکی از اهداف محوری انبیا و پیامبر خاتم نیز اصلاح جامعه و اصلاح باورهای مردم بود این اریدو الا الاصلاح اصلاح یعنی هر چیزی که در مسیر اصلی و طبیعیش قرار گرفته باشد به با عبارت دیگر برطرف کردن فساد و تباهی از یک شای و بهبودی در آن را اصلاح گوید اصلاح یعنی پیرایش نفس از صفات زشت و آراسته شدن به صفات نیکو اصلاح یعنی قرار گرفتن در مسیر فطرت فی المثل فطرت همه انسانها بر خداپرستی استوار است فطرت الله التي فطر الناس علیها خب اگر کسی بر خلاف فطرت خود بود پرستی کرد این می شود فساد خداوند برای انسان غریزه و قوای جنسی داده راهش ازدواج است اما اگر کسی از طریق غیر ازدواج غریزه خود را ارضا کند او می شود فساد همه ای ما انسان ها نیاز به اصلاح داریم و یکی از مسئولیت های فردی و اجتماعی همه انسان ها اصلاحگری است ببینید امام حسین علیه السلام وقت متوجه شد که مردم از مسیر اصلی خارج میشه و در باورها و اعتقادات و در سبک زندگی مردم انحراف و فساد به وجود آمده و جامعه نیاز به اصلاح دارد لذا بر مبنای مسئولیت و به هدف ایجاد اصلاحات به پا خواست و قیام کرد جامعه ای که از معیارهای اصیل دین و ملاکهای ارزشی فاصله بگیرد فساد در پیکره اون جامعه ریشه می دواند و روابط انسانی و ارتباطات اجتماعی دچار فساد می شود گسترش بی‌بندوباری و رواج ظلم و حیف و میل بیت المال مسلمین و تعرض بیمورد نسبت به زندگی و جانو مال مسلمانان و نبود عدالت گوشهای از این فساد اجتماعی است در این صورت باید دست به با اصلاحگری زد و این موارد ره اصلاح کرد البته اصلاحگری چند شرایطی دارد که مختصرا خدمت شما بنندگان و شنوندگان خوب به عرض می رسانم اولین شرط اصلاحات عیب شناسی است یعنی انسان تا عیب و آفت را نشناسد نمی تواند اصلاح کند لذا آسیب شناسی بسیار مهم است پیامبر فرمود اگر سه چیز در زندگی کسی باشد او موفق است و رشد می کند اولش این است که فرمود بسره بس به عیوب نفسه به عیبهای خود آگاه باشد و بسیرت داشته باشد کسی که عیب خود را و اشکال کار خود را نمیداند نمیتواند خود را اصلاح کند یا کسی که عیب دارد اما نمیبیند باز هم نمیتواند در این زمینه موفق شود یک انسان اگر جسمش دچار بیماری و آفت شود ولی نفهمد یا قبول نکند رفته رفته نابود بشه اما اگر جسمش را آسیب شناسی کرد و در صدد آسیب زدایی بیرون شد و به دکتر مراجعه کرد مسلما بهبود پیدا می کند پس در مرحله اول انسان باید عیبها را شناسایی کند یک, نفر عیبش عیب جویی است یکی دیگر ممکن است غیبت باشد دیگری تکبر و خودخواهی در او وجود دارد آن یکی هم سخنچینی و نفاق افغانی و بدزوان بدزوانی در وجودش موجود است یکی نسبت به واجبات به توجه است یکی نسبت به پدر و مادر و خانواده به توجه است هر کس باید عیب خود را پیدا کند و بشناسد پس اولین شرط اصلاح عیب شناسی است دومین شرط اصلاح این است که راه درمان را ما باید بشناسیم یعنی درمان شناسی کنیم این هم یک مسئله بسیار مهم است اگر مریض به دکتر مراجعه بکند و دکتر به اشتباه دوایی را تجویز کند دوایی که دیگه کاربرد نداره خب نه تنها مریض بهبود پیدا نمی بلکه ممکن است حلاک شود در این زمینه گاهی مردم دچار مشکل است ما میدانیم گاهی درد در جامعه به هجابی است نمیدانیم درمان چیه درد منکره، درد ربای درد فقر و دزدی و از این قبل مشکلات اما درمان را نمیدانیم برای راه درمان میبایست مراجعه کرد به قرآن و آیات و روایات معصومین سومین شرط اصلاح این است عزیزان که در اصلاحگری باید تدریجی عمل شود یعنی یک شبه نمیشه انسان گناه و خطا و اشتباهات چندین ساله را اصلاح کند همان گناه که کم کم به فساد و انحراف و گناه کشانیده میشه باید آرام آرام و اندک اندک در راستای اصلاح گام بردارد تا زبان به ذکر عادت کند تا ادب و احترام در زندگی پیدا شود یک شخص مریض باید آرام آرام و تدریجی دارو استفاده کند اگر یک مریض یک شبه داروی یک ماه و شش ماه را استفاده کند نه تنها بهبود پیدا نمی کند ممکن است حلاک شود این بسیار مهم است و شرط مهم دیگر برای کسانی که میخواهد دیگران را اصلاح کند این است که اول خودش اصلاح باشد خودش را اصلاح کند و کسی که خودش اهل گناه است هرگز نمیتونه دیگران را از گناه باز داره کسی که خودش بد زبانه چگونه میتونه دیگران را از بد زبانی من کنه کسی که خودش آلوده است اهل خلاف است اهل معصیت است هرگز نمیتواند روی دیگران تأثیر گذار باشد پدر و مادری که خودشان مشکل اخلاقی و رفتاری دارد چگونه میتونه فرزند خوب تربیت کند یعنی با دستان آلوده هیچ گاهی نمیشه انسان کار تمیز انجام بدهد ما اگر بخواهیم کار تمیز انجام بدهیم باید دستان خود ما پاک باشد پس در جهت اصلاح سه چهار نکته ای را که خدمت شما عرض کردم باید در نظر بگیریم درد شناسی یعنی عیب شناسی یعنی عیب کار را پیدا کنیم دوم درمان شناسی راه درمان را پیدا بکنیم و بیراه نرویم برای اصلاح عیب و اشکال کار خود و سوم هم تدریجی عمل کردن بسیار مهم است که انسان آرام آرام در زمینه اصلاحات گام بردارد سوال این است که خب چی چیز را ما اصلاح کنیم در این زمینه حدیث است که می من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس کسی که رابطه خود را با خداوند اصلاح کند خداوند میان او و مردم اصلاح میکند طبق این حدیث اولین چیزی که باید اصلاح شود اصلاح رابطه با خدای متعال است ممکن است ارتباط گاهی با خدا ضعیف باشه یا موانع وجود داشته باشه باید این موانع برداشته شود ارتباط با خدا معرفت خدا و باور با خدا اولین شرط دینداری است در واقع تهداب و اساس دین همین خدا باوری و ارتباط با خدا و خدا است انسانی که رابطه اش با خدا ضعیف است مسلما دچار فساد و انحراف میشه فی المثل بهترین وسیله ارتباط با خدا و نماز است اگر نماز برای من سنگین باشد یعنی رابطه ما با خداوند گلالود است اگر گناه کردن برای ما آسان است و راحتا به گناه میدهیم نشانه عدم ارتباط با خداوند است پس کلید همه اصلاحات اصلاح رابطه با خداوند است یعنی انسان خدا انسان خدا باور و خدا مهور هیچ گاهی فساد نمیکند و دچار تباهی نمیشود این یک مورد و کلیدیترین مورد دومین اصلا اصلاح اخلاقی است حضرت علی در این زمینه در حکمت چه بستفتم نهجالبلاغه میفرماید من اصلح سریرته اصلح الله علینیته کسی که کارهای نهانی خود را اصلاح کند یعنی اخلاق خود را که منشأش درون انسان خداوند کارهای آشکار او را و مسائل رفتاری او را اصلاح میکنه روخش را صد آب شوی از کینه ها آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو اگر کسی بخواهد رشد کند باید مشکلات اخلاقی را اصلاح کند وجود خود را و اندرون و باطن خود را از کینه و کدورت و حسادت و بخلص و ازن پاک کند البته اصلاح زبоن همشامل اصلاح اخلاقی میشه чون بدزبоنی فحاشی دشنامو ناسزا غیبت و تهمت سخنچینی بذلهگویиو زخم زبان و نیشو کиنایه همه اиنها از مصادیق بدخلقی به شمار میره و مربوطи زبоن میشه این دومین مورد که مо تلاش کуنیم اخلا خ را در واقع اصلاح بکنیم سومین اصلاح عزیزان اصلاح در باورها و نگرشها ها است گاهی ممکن است انسان دچار یک باور و نگرش اشتباه باشد نسبت به با مسائل روزمره زندگی نسبت به مسائل دینی نسبت به مسائل اجتماعی به تعبیر دیگر راه را انسان اشتباه برود در این صورت مسلم است انسان رشد نمی به هدف نمی رسه. به کمال نمیرسه همه ای ما میدانیم که بسیاری از عمل کرده های ما ریشه در باورها و نگرش های ما دارد یعنی یک عمل را ما بر اساس یک باور انجام میدهیم خب برای انجام یک عمل خوب باید باورها و نگرش های خود را اصلاح کنیم یعنی لازمه تغییر در رفتار و عملکردها تغییر در باورها و نگرشها است چهارمین مورد را هم خدمت شما عزیزان یادآوری کنیم و در حق شما دعای خیر کنیم چهارمین مورد اصلاح ذات البین است که بسیار مهم است یعنی اصلاح بین مردم قرآن می فرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم ایجاد صلح و آشتی بین مردم و کسانی که با هم قهرن و روابطشان دچار مشکل است این یک امر بسیار مهم و خطیر است متاسفانه بعضی از افراد سالیان سال با هم قهرن و اختلاف دارند آن هم به خاطر یک مسئله بسیار جزئی و کسی هم در راستای صلح و آشتی بین آنها گام بر نمی‌دارد در حالی که حضرت علی علیه السلام فرزندانش را جمع کرد و فرمود جد شما پیامبر فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و سیام اصلاح بین دو نفر از یک سال عبادت و نماز و روزه بهتر است اصلاح ذات البین آنقدر مهم است که اگر برای نزدیک کردن دو نفر دروغ هم گفته شود جایز است یک دروغ مصلحت آمیز به حسد راسته فتنه انگیز همان گونه که اصلاح بین دو نفر از یک سال عبادت ارزشش بالاتره نفاقافگنی و ایجاد اختلاف بین دو نفر هم به همین میزان گناه و عقوبت داره از پیشگاه خداوند متعال عاجزانه استدعا میکنم که برای همهی ما توفیق اصلاح فردی و اجتماعی توفیق اصلاح رفتاری و اخلاقی و اعتقاديرا ان فرم فرمايات آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين